من در تهران متولد شدم، کودکیم رو در خیابان خوش تهران گذروندم، توی محله‌ای زندگی می‌کردیم که در رو باز می‌کردیم رو به بیابون بود، می‌شستم گل بازی می‌کردم، نمی‌دونم با چوب و سنگ و تیله و گردو و این چیزا بازی می‌کردم و خیلی خوش می‌گذروندم. پدر من اسلحه ساز بودن و یک صنعتکار فوق‌العاده توانمند و خلاق. به موسیقی خیلی علاقه‌مند بود پدرم. گرامافون‌هایی که خراب می‌شد می‌آوردن در مغازه پدر من، گرامافون رو تعمیر می‌کرد. گاهی مثلا گرامافونی که آورده بودن تو مغازه درست کنه، پدرم می‌آورد تو خونه. اونو می‌آورد تو خونه، بعد می‌ذاشت ماها گوش می‌کردیم. و خیلی پدرم به موسیقی علاقه‌مند بود. خیلی قمر گوش میکرد، دلکش گوش میکرد، مرضیه گوش میکرد، گلپایگانی و ایرج رو گوش میکرد و مام به تبع اون گرایش پدر همیشه گوش میکردیم. کلاس هفتم بودم که تصمیم گرفتم برم سراغ موسیقی. دوست داشتم موسیقی رو تحصیل کنم و بعدم ساز تخصصیم رو دوست داشتم ویولون باشه. مدارکم رو گرفتم، رفتم پرسیدم که هنرسن موسیقی کجاست؟ رفتم پیش رئیس و گفتم که من اومدم که ثبت نام کنم برای موسیقی. مدارک من رو نگاه کردن، گفتن که شما دیر اومدی، سنت گذشته، شما باید از ششم بیای اینجا، شما هفتم اومدی. گفتم که خب منو از ششم بپذیری. گفتن نه، سنت گذشته، اینجا محدودیت سنی داره و سنت گذشته دیگه، نمیتونیم شما رو بپذیریم. خلاصه دماغ شدم، از اونجا اومدم بیرون. همینطور که تو مسیر میامدم دیگه تصمیم گرفتم که نقاشی رو انتخاب کنم، چون قبل از اینکه به موسیقی خوب فکر بکنم، تو دبیرستان من جز بچه‌هایی بودم که خیلی نقاشی میکردم، خیلی مورد توجه معلمی بودم که اسمش آقای کشاورز بود. ایشون معلم طبیعی، درس طبیعی ما بود. وقتی درس طبیعی رو میداد، من میرفتم اون آناتومی که در اون کتاب تصویراشو کشیده بودن 100 در 70 رنگی بزرگ میکشیدم با تمام نشانه ها و علائمی که داشت و مشخصات خودشون، اینا رو بزرگ میکردم میآوردم تو مدرسه. و این معلم طبیعی ما فوق‌العاده این کارا رو دوست داشت. اون نگاهش و اون قضاوتش و اون برخوردش خیلی روی من اثر گذاشت در جهت‌دهی و شکل‌دهی من که به هنرستان نقاشی برم. اون فضای مناسبی که مهیا شده بود برای رشد و پرورش ما، مهمترین تأثیر آموزشی من در هنرستان. من اونجا هر کاری دلم خواست کردم و از این هر کاری دلم خواست کردن فوق‌العاده لذت می بردم. مثلا یه روزی تصمیم می گرفتم با رنگ روغن کار کنم، یه روزی با آبرنگ کار می کردم، یه روزی با مرکب کار می کردم، یه روزی با ماژیک و مداد معمولی و عرض کنم با انگشت دست و هر وسیله‌ای که می شناختم دوره برم. وقتی معلم ما آقای جعفری می گفت هر کاری دلتون می خواد بکنین، طراحی رو با هر وسیله‌ای دلتون می خواد انجام بدید، این برای من خیلی خوشایند بود که میگفتم پس میشه مثلا من با چوبم شروع کنم طراحی کردن.
خود همین باز گذاشتن و آزاد گذاشتن من رو سوق داد به سمت بسیار متنوع کار کردن. یادم این که مارسل مارسو به عنوان هنرمند میم جهان یا هنرمند سکوت وقتی که آمده بود ایران، من خودجوش برای اون یه پوستر ساختم. این گرایش فرهنگی و اجتماعی در واقع نطفش از دوره هنرجویی من بسته شد و همینطوری که آمدیم جلو، خب بد خوردیم به انقلاب و شرایط اجتماعی به گونه ای رقم خورد که من رو دیگه به طور مستقیم وارد صحنه کرد و نسبت به حوادث اون زمان موضع گیری کردم و برای اون حوادث پوستر ساختم. شما میدونید کار گرافیک سفارش دهنده داره، باید حتما بیان درباره موضوعی به شما سفارش بدن و شما مشغول به کار بشین، بابتش قراردادی بسته بشه، بیانیه دریافت بشه و بعد کار شروع بشه. ولی ما این در واقع محدودیت رو و این مسئله سفارش دهنده رو از طراحی پوستر حذف کردیم. اینها تماماً به وسیله سرمایه های خودمون پوسترها تهیه شدن. خودمون پوسترها رو فکر میکردیم، اون رو طراحی میکردیم و خودمون چاپ سیلک اسکرین میکردیم و بعدم خودمون میآوردیم به در دیوار میچسبوندیم. در واقع نمایشگاه بزرگ ما خود شهر. پوستر پاینده ایران من در ارتباط با آزادی زندانی سیاسی زمان شاهه. اونو میذاشتن زمین، با سنگ میزدن روش اشک میریختن و فاتحه میخوندن. یعنی فکر میکردن که این افرادی که الان توی این پوستره همونایی هستن که شاه اعدام کرده. اینقدر روی افکار عمومی اون زمان خودش تأثیر مستقیم داشت. سه چهار تا از پوسترهامون تحت عنوان هنر شعاری آمدن بیرون. مبنای این کارم این بود که تمام شهر شده بود شعار. این پوسترهای شعاری در واقع ریشش از دل جامعه است که اومده بیرون. زمان انجام این کارم شروع جنگ ایران و عراق بود. وقتی جنگ شروع شد ما سه تا از پوسترامون تحت عنوان هنر شعاری آمد بیرون و هر کدوم از ما برادرها شعار خودمون رو در پوسترمون آوردیم و این شعارها یه شعار در واقع طرز فکر و جهانبینی خودمونه و مال گروه و سازمان و تشکیلاتی نیست. اون شعار رو ما نوشتیم. اسماعیل شعار خودش رو داده اما پوسترش تحت عنوان هنر شعاریه. کوروش شعار خودش رو داده و بنده هم همینطور. اما ما کنار هم کار میکردیم. اون زمان این ویژگی بود که خیلی ها حرف دلشون راحت با اسپری رو در دیوار می نوشتن. یک کسی مثلا تصویر مورد علاقه خودشو می برد اسپری می کرد رو دیوار و مثلا چیزی هم زیرش می نوشت، یا دیگران می اومدن چیزی رو به اون اضافه می کردن. درسته که یک
ناهمگونی نازیبایی در شهر به وجود آورده بود، اما به یک اتفاق دیگری تبدیل شده بود که اگر مثلا ما برگردیم اون از اون روزا فیلمی رو ببینیم یا عکسهایی رو ببینیم، خود اون اصلا یک در واقع سند بصری فوق‌العاده مهم زمانه ماست. پوستر به نظر من سه تا ویژگی میباید داشته باشه. یکی سادگیشه، یکی زیباییشه و یکی هم گویاییشه. اگر این سه تا رو داشته باشه، اون وقت میتونه یک رسانه تاثیرگذار باشه. در با این ماموریت اساساً فکر میشه و طراحی میشه و استفاده میشه که میباید پیامش رو سریع بده، خلاصه بده و تأثیرگذار باشه، و این از یک مجرای موجزگونه میباید عبور بکنه تا اون اثر خودش رو بگذاره. تمام اون چه که من تجربه کردم با این دید دنبال میکردم.